این آدم 40 ساله مثل همین بچه 4 ساله 5 ساله است که هر چی بهش میگه این مطلب این جوره، مثلا چته این مطلب هست، حرفی داری بخوای بزنی، میخوای بریم فلان جا که صحبت کنیم، میخوای با فلان کسه صحبت بکنیم، میخوای وقتی بگیرم با فلان کسه حرف بزنیم. اصلا عبی خوبون در حال نق زدن و قر زدن، اینا یکی از نشانه های عقده حقارت. یکی از نشانه های عقده حقارت که جلسه پیش عرض نکردیم هم این هست که پرونده این قضیه رو ببندیم، نمیخوام بگیم نشانهاش فقط اینه، اینا مهمترین نشانه هاش. کسانی که دارای این بیماری هستند یکی از نشانه های مهمشون این هست که همواره دیگران رو دعوت به همون کار بد خودشون میکنن، دوست دارن در اون کار بد خودشون همواره دیگران بیان شریک اینها بشن که اینها تنها نباشن. یه شعار بسیار غلط و حرف بسیار زشتی که معلوم نیست کدوم شاعری این حرف مزخرف رو زده، هر کس گفته مزخرف هست، هیچ آدم عاقلی این حرف رو نمیپسنده و این شعر رو قبول نداره. میگوید که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. مگه انسان‌ها حیوانن؟ اختیار مگه خودشون ندارن که برن همرنگ جماعت بشن؟ این جماعت شاید کارهای حیوانی داره میکنه، کارهای خطا داره میکنه، غلط داره میکنه، به مهلکه داره میفته، راه سقوطش شاید در پیش گرفته. یه نفر عشقش کشته بره خودش از بالا پل هوایی بندازه پایین، از بالای پنجره خودش رو بندازه پایین. اینا جماعتی تصمیم گرفتن خودشون همه رو با هم دیگه خودشون آتیش بزنن. ما همرنگ جماعت چرا باید بشیم؟ مگه ما فکر مستقل نداریم؟ اگه بخوایم رسوا نشیم باید همرنگ جماعت نشیم، فکر کنیم، عقل تعقل کنیم، عقلمون رو به کار بندازیم. این شعر مزخرف یکی از شعارهای افراد عقده است. حالا ببینید این حدیث رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چقدر این حدیث زیباست، چقدر زیباست. کتاب قرر الحکم و درر الکلم صفحه 407. قال علی علیه السلام ذو العیوب یحبون اشاعة معایب الناس لیتسع لهم العذر فی معایبهم. چقدر این فرمایش زیباست، واقعا انسان بال در میاره وقتی این جمله رو میخونه که ما امامی داریم، پیشوایی داریم که گفتارش، یکی از گفتاراش اینه. چقدر قشنگه، به جان آدم مینشینه. اصلا حضرت میفرماید کسانی که خود گرفتار عیوبی هستند دوست دارند معایب دیگران شایع شود و زبان زد مردم گردد تا برای آنها میدان عذر آوردن وسعت پیدا کند. حضرت می‌فرماید کسانی که خودشون گرفتار یک سری عیوبی هستن همواره دوست دارن، یکی از نشانه های افراد عقده ایسا، همواره دوست دارن معایب دیگران هم رو بیاد، نمیتونه عیبشو برطرف کنه، دوست داره یه عیبی برای یکی بسازه، یا اگه طرف یه عیبی هم داره که مثلا کوچیکه بزرگش کنه، یا اصلا عیبی هم اگه داره اون عیب منتشر بشه. چرا؟ مردم همه این عیب رو بفهمن. چرا بفهمن؟ تا برای این شخصی که دارای عقده حقارت هست و گرفتار یک سری عیوبه، نمیخواد از این عیوب نجات پیدا بکنه، این میدان عذر آوردن وسعت پیدا بکنه، یعنی بهونه داشته باشه. تا بهش میگن چرا نگاه به ناموس مردم میکنی؟ فلانی و فلانی هم دارن نگاه میکنن، اگه بده بریم به اونا بگیم. چرا شما چادرتو برداشتی رو سریتو نصف نیمه سرت کردی؟ میگه همه دارن میکنن، برو نگاه کن تو مترو و تو ایستگاهای اتوبوس و عرض بخوندن تو قطار و تو هواپیما، همه همینطورن، همه دارن اینجوری راه میرن. اون شعار همرنگ جماعت شو یادتون نره، این حدیث امیرالمومنین علیه السلام یادتون نره. همش دنبال اینن که دیگران چیکار دارن میکنن که اینا میدان عذرشون وسیع بشه.
بتونن یه بهونه ای سر هم بکنن. نمیتونه دل بکنه از کار خطایی که داره انجام میده، میخواد دیگران رو هم مثل خودش بکنه. مولا 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 مولا. روانشناسان میفرمایند که در مقابل این نوع بیماری راه علاجش چیه، چی کار کنیم که اگر دچار این بیماری شدیم بتوانیم معالجش بکنیم. مبارزه با عقده‌ای شدن در واقع چگونه هستش؟ میفرمایند یک، در معاشرت ها خود رو فراموش کنیم و حتی امکان متوجه نباشیم که دیگران در مورد ما چگونه فکر میکنن و چه عقیده ای دارن. مطلق شما توی جمع فامیل هستی، همه دارن صحبت میکنن لباس، بعد شما کجا هستی؟ من دیگه به شوهرم گفتم من که دیگه چادر سر نمیکنم. به 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 چه عظمتی، بارک‌الله. من که دیگه گفتم چادر سر نمی کنم، مانتوام از این مانتوهایی که من نمیپوشم، بریم از این مانتوهایی که صد خورده هزار تومن هست در فلان جا حکه بخریم بیاریم. حالا این صد خورده هزار تومن رو جای دیگه میدن 40,000 تومن، کاری ما نداریم. ما کار به این داریم که به همه بگیم از فلان جا حکه این مانتو رو خریدیم و صد خورده هزار تومن هم پول دادیم. یه بنده خدای خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش، یه روز منو صدا کرد گفت آقا این دوتا فنجون رو، دوتا فنجون به من نشون داد، گفت این دوتا فنجون با هم فرق داره. گفتم ببینم، نگاه کردم تهش رو، نگاه کردم روش رو، نگاه کردم همه جا، گفتم هر دو فرانسوی است، فنجون های بسیار خوبی هم هست. خیلی سال پیش اینا از فرانسه هم واقعا میمد، مثل حالا نیست که چین به نام همه دنیا بزنه، الحمدلله واقعا از فرانسه میمد در ایران. شاید قضیه مال مثلا 25 سال پیش. گفتم نه چیز خوبی، جنسش هم فرانسویست. گفت من اینو میگیرم پشتم، این دوتا فنجون رو عوض بدل میکنم، شما ببین ها اصلا هم تشخیص میدی. گفتم بکن. گرفت پشتش، فنجون ها رو عوض بدل کرد، آمد گفت آقا کدومش به نظر شما با اون یکی فرق میکرده که مثلا من میخوام اینم. گفتم من نمیتونم تشخیص بدم، از اولم گفتم هر دوتا اینا یکیست. گفت من یکیش رو از یه جای دیگه خریدم فرانسویه، یکیش هم از یه جای دیگه خریدم، اون کسی که اینو دیده به من میگه این مثلا ایرانیه به درد نمیخوره. گفتم نه واقعا نمیشه تشخیص داد. گفت این فنجون الف رو من از کوچه برلین عروسم برام خریده اوورده، این یکی هم من از بازار خریدم، همین بازار مثلا اول بازار بزرگ مثلا رفتیم خریدیم، کوچه برلین نرفتیم، چون در گذشته مثلا 20 سال پیش اینا کوچه برلین یه جایی بود که مثلا جنس‌ها رو می‌آورد 5 برابر 10 برابر گرون قیمت می‌داد، می‌رفتن اونجا یه دهی که دوچار بیماری عقده حقارت بودن، می‌رفتن از اینجا جنس خرید می‌کردن که هر کی می‌گفت این سبد رو از کوچه خریدی شما، سبزی گوشت، می‌گفت کوچه برلین. به 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 این حالا کوچه برلین‌ها زیاد شده، الان کاپشن‌های رو، لباس‌های زنانه رو از خارج میارن دست دوم. خیلی برا من جالبه چون من دارم میبینم اینا میارن دست دوم، یه بند خدایی هم هست میاد اینها رو، عدلهای اینا که از کشورهای لبنان و مدیترانه و کشورهای اروپایی و اینها میاد، عدلهاش رو باز میکنه، میاد یه وقتایی به من نشون میده که آقا تو جیبهای این کاپشنا و کتاب و شلوار و اینا، یه وقتایی طرف که از خارج داده مثلا به در خونش اینها رو فروخته یا همینجوری داده، پول توش هست، مارک هست، یورو هست، دلار هست، پول روسی هست، پول نمیدونم مثلا ژاپنی هست، اینا رو سواد نداره، میاد به من نشون میده میگه این چیه، میگم 50 مارک، 10 مارک، 10 یوروه، 5 دلاره، میبره صرافی مینویسه چه که اینا رو در ماه میفروشه، کلی کاسبی میکنه. ببینید مملکت گل و بلبل رو ببینید که الحمدلله جوون ما وقت نشسته میگه من بیکارم، یه آدم بی سواد داره ارز رو تبدیل به ریال میکنه، زندگیشو از این طریق میگذرونه، جوون ما 20 خورده سال میگه من بیکارم. یک صلواتی بفرستیم. این لباس ها رو عرض به خدمتتون که اینها باز میکنن، میبرن یه خوشویی هایی دارن آشنان، مواد میزنن اینها رو خوشویی میارن و میشورن خوش میکنن، لباسوی خوشویی
تمیز مرتب یک جالباسای خوب شیکی بهش میزنن. از خیابون‌های بالا جردن، میدان آفریقا، هفته تیت، فروشگاه‌های دیگه میان این لباس‌ها رو از اینها می‌خرن و می‌دارن می‌برن. دونه ای مثلا 5000 تومان از اینا یک کت می‌خرن، یک کاپشن می‌خرن. میبره دونه ای 70000 تومان می‌فروشه صرفاً به خاطر مارکی که خیلی جالبه. مارکش هم یه قسمتی در بازار ما داریم. مثلا شما این مغازه طرف میگه آقا مارک ترکیه میخوام، یه حلقه های بزرگی هست همه نشته میدین ترکیه، میدین ترکی، میدین ترکی، میدین ترکی، یه حلقه بزرگی همه رو میده بهت، مملکت گل و بلبل اینا رو میچینن تونتون میدوزن به اینها، میشه میدین ترکیه، مال ترکیه. این شلوار میخوام 1000 تا مارک میدین جرمنی به من بدید، میدین جرمنی، میدین جرمنی، یک حلقه بزرگ بهت میفوشه میگه این میدین جرمنی، برو اینا رو بدوز رو اینا. اینا رو هم میگیرن میفوشن، میرن اونجا کتو میفوشه، طرف هم میاد میره. اینو دقت بکنید، میره توی فامیل خودش میگه یک کت خریدم مال آلمان، چه کتی 78000 تومان، همین کتو میدون سید اسماعیل 2500 تومان طرف خرید، شاهدش هم زنده جلوتون نشسته داره براتون تعریف میکنه. بیماری رو ببینید چه جوریه. طرف گفت من عروسم، این فنجونه رو بهش میگم عزیزم چند خریدی؟ میگه 6 تاشو. اون موقع میگفت، میگفت 6 تاشو خریدم 300 تومن. بهش گفتم من 6 تای اینو تو چهارراه مولوی میخرم 25 تومن. گفته امکان نداره، ایرانیه، مال ما فرانسویه، خارجیه. گفت اووردم فنجونه رو، همین کاری که با شما کردم با عروسم این کار انجام دادم، بهش نشون دادم، گفتم نگاه کن تو تشخیص میدی کدومه؟ گفته نه من کاری ندارم، تو شعبده بازی میکنی، من کاری به این کارا ندارم، فنجون من فرانسویه، فنجون تو ایرانیه. میگم بذار من برات همونو بخرم 25 تومن. اون موقع 6 تاشو میگفت نه من فقط کوچه برلین اینو داره بود. اینا بیماریه، اینا معالجه میخوام. میگه در این معالجه ها باید خود رو فراموش کنیم یه مدتی، حتی امکان متوجه نباشیم که دیگران در مورد ما چگونه فکر میکنن و چه عقیده‌ای دارن. ما توی مجلس نشستیم تو فامیل، همه دارن راجبه کتشون، شلوارشون، دامنشون، مانتوشون، جورابشون، کفششون، راجبه انگشترشون، انگشتر بدلی طرف دستشه مثلا یه چیزی دوربر 500 تومن میارزه، همچین داره روی حرف میزنه به اندازه 20 دقیقه روی انگشتر 500 تومانی حرف میزنه. خب این بیماریه. میگه آقا توجه به اینا نشته باش، اصلا فکرم نکن کی راجع به تو چگونه فکر میکنه. مثلا همه دارن تو نگاه میکنن چی میکنن. میگه آقا روانشناسه میگن شما سطح بند پایین، خیلی بهت فشار اومد، یک کتاب هم رو خود دار شکن کتاب خوندن، ممکنه وقتی هم کتاب باز کردی چی میکنی، چقدر خرخونی میکنی، اولاخونی بلد نیستیم، خرخونی داریم میکنیم، ببخشید گافخانی هم هنوز درسش یاد نگرفتیم داریم. کتاب شما مطالعه چی میکنی؟ حالا اینا چیه؟ یک کتاب جالبی است، دست آمده، خیلی جالبه، حرفای شما تکراریه برام، راجع به انگشتر 500 تومانی 20 دقیقه حرف میزنه. اینا رو همه رو تو میدون سید اسماعیل و چهارراه مولوی و اینها، همه حرفایی که شما زدین مجموعش رو 5000 تومان میشه خرید، اینقدر حرف نداره. شما بنزه 5 میلیون تومان رو اینا حرف زدید الان توی مجلس مهمونی، من همه رو میدون سید اسماعیل براتون میخرم، اینقدر دیگه دعوتت نمیکنم، خیالت راحت میشه. چون اونا میخوان کلاس داشته باشه کارشون، پرستیژش حفظ بشه. میفرمایند مطلقا این که چه عقیده ای دیگران در مورد ما دارن اصلا فکر نکن. این یک. دوم، مطلقا توجه و انتظار نداشته باشیم که در مجلس سخنی از ما و از صفات ما یا آنچه که مورد نظر و یا مطابق عقیده و سلیقه ماست به میان بیاد. ببین میتونی واقعا جلو خودت شما بگیری؟ حالا ما راجع به بدحجابی و بیحجابی داریم صحبت میکنیم، اما شما آقایون، ما آقایون، ببینیم میتونیم راجع به بیماری خودمون جلو خودمون بگیریم؟ نمیخوایم مطرح بشیم. ماشین شما چیه؟ یه ماشین ابو طیاره قرازه است، همینجا ما خریدیم، قصی هم خریدیم، همین دم درم گشتیم میشین، میخوای هدیه بدیم به شما، الان پنچر هم هم. ببین یه وقت من با یکی کسی در خارج دعوتم کرده بود، رفته بودم
یکی از دوستان گفتش که آقای فلان هم اینجا پسرشو فرستاده، اگر مانعی نداره ایشون هم باشه که با ما باشه. گفتم نه آقا، منزل شماست، شما دعوت کردین، من چی کارم، منم مهمون شما. دیدم این پسره با ما میاد بیرون، یک بنده خدایی هم اونجا ما رو دعوت کرده بود و ما رو میشناخت. خب این ماشینش مثلا اون موقع سال 2006 هنوز این ماشین مثلا تو آلمان نیومده بود، این ماشین اونجا خریده بود، ارده بود اونجا، گمرکش آزاد بود، مثلا ارده بود اونجا سوارش بشه. این پسر هم بشین که وای منو بگیر. برای چی؟ من که قش کردم. برای چی؟ چی شده؟ این ماشین میدونی چیه؟ گفتم نه. چقدر بی احساسی تو، چقدر آدم عقب افتاده هستی. برای چی آخه حالا؟ چی شد؟ این ما دوربین رو بیاد، یه رفیق داشت دوربین یا هر ماشینی یه عکس میگرفت، با میستاد کنار ماشین یه عکس میگرفت، آخرم همه عکساش سوخت. این تفلک یک دوناش سالم ایران نیم، همه رو عکس میگرفت. دیدم این تفلک بیماری بدی داره، یعنی در حقارت تحقیر شدن. ما میشستیم میگو احساسی نداری توی ماشین نشستیم؟ میگفتم نه احساس من، آخه چه احساس ماشین؟ شما میخوای از این ور تهرون بری اون ور تهرون، از این ور خیابون بری یا چهار تا خیابون ور تهرون، چه با درشکه بری، چه با اولاغ بری، چه با قطار بری، چه با هواپیما بری، میخوای مسیر تو بری، چی کار داره این ماشین؟ چه یه خورده این صندلیش نرم‌تر مثلا. میگفت نه اینا ماساژ میدن. میگفتم حالا من ماساژ نمیخوام بدن، ماشین منو ماساژ نمیخواد، راحت میریم اون وقت. ما میخوایم مسیر رو طی کنیم، آخه کار نداریم مرکب حالا چی باشه. بعد مرکب ناراحتی نباشه، مرکبش راحت بشه، راحت چی میخواد باشه. میگفت تو احساس نداری، اصلا تو این وادی ها نیستی. این که روانشناسان میگن ما توجه اصلا مطلقا انتظار نداشته باشیم که در مجلس سخنی از ما و از صفت ما یا آنچه مورد نظر و یا مطابق عقیده و سلیقه ماست به میان بیارن. هیچ انتظار نداشته باشیم. میتونی جلو خودتو بگیری واقعا این گونه باشی؟ سوم میفرماین اگر میدونی که تو مجالس، این که میگی میفرماین، اتفاقا روانشناسان خارجی هم هستن قاطی، اینا که ما همه رو جمع کردیم و خیلی زحمت داشت این کار، من این کار رو انجام دادم دیگه، اسمشون هم نیاوردم، خیلی زیادن. میفرماین که در مجالس که قرار میگیری دیدی افرادی دوچار این بیماری هن، انقریبا رو تو اثر میذارن، خودتو سرگرم کن. خود را سرگرم کردن و از تیررس افراد دور بودن. بعد آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، واقعا چه حقیشون برگردن نسل کودک ما، نوجوان ما، جوان ما و بزرگسال ما داره با کتابهایی که ایشون به یادگار گذاشته. ایشون میفرماید من نظرات همه رو جمع کردم، اساره این رو این جملاتی است که به دست آوردم. ایشون یکی از کسانی بود که مرحوم استاد علم کلام، دانشمند بزرگ اعتقادات اسلامی که رو دستش هنوز نیامده، مرحوم آقای نیکوصفت رحمت الله علیه، چند نفر رو 100% تایید میکرد، یکیش آقای فلسفی بود. ایشون میفرماید در صفحه 419 کتابی که من خدمت شما عرض کردم، کتاب کودک از نظر وراثت و تربیت، در صفحه 419 اساره نوع مبارزه‌ای که ما میتونیم انجام بدیم. ایشون میفهمد بهترین و اساسی ترین راه مبارزه با احساس حقارت آن است که آدمی مقهور آن احساس نشود و شخصیت خود را نبازد، حتی المقدور آن را نادیده انگارد. در مقابل یه ماشین نو، در مقابل یه جاسویچی، در مقابل یک شلوار، یک کسی اومده نوک زانوش رو سوراخ کرده، یک عالمه هم شلوارش رنگ رو رفته است، این میخواد به تو درس بیاموزه؟ تو در مقابل این آدم مقهور میشی؟ تو یکی از مجالس یه خانم پیرزنی بنده خدا نشسته بود، یکی از اینایی که نم شلوارش رو ایجاشو دیدی سوراخ کرده و فلان اینا، دیدش که یک پیرزنم قصدی نداشت بنده خدا، دیدش که اینا اومد نشست اونجا، حالا موهاشو یه جوری این پیرهنشون هم از پیرهن رویه زده پایین، مثلا
دلام که میشن، عرض به خدمتتون که تمام این کمر و پشتشون چون شلوارشون اینقدر هست، عرض به خدمتتون که اشتباهی مال آدم کوچیکا رو آوردن به آدم بزرگا فروختن، عرض به خدمتتون که اینها رو پوشیدن. این بنده خدا قصد نداشت، یه دست کردش بهش گفت مادر جون بیا ببینم جلو، ببینم اومد جلو گفت این شلوار تو درار، این من یه چیزی میدم اینجا بپوشیدش، من سوراخشو بگیرم برات، بعدم یه پولی من بدونم این شلوار رنگ و روش رفته بخرید چی بکنی اینا. این در مقابل بیرزن خجالت کشید، گفت این سواد نره نمیفهم مد چی چیه. گفتم تو که میدونی مد چی چیه نکن این کارها رو. یعنی چی این کارا؟ شخصیت تو مافوق این حرفاست، تو یک انسانی هستی که خداوند رو تو حساب باز کرده، تو این جامعه در کره خاکی رو حساب باز کرده خداوند تبارک و تعالی، تمام این عالم رو مسخر تو قرار داده، به تو یاد داده بری یه دونه تومه بندازی گیره یه دونه قلاب ماهیگیری تو رودخونه، ماهی به چنگ تو تسخیر بشه و بیفته، اگر ماهی عقل و شعور داشت تو زیر آب یه چشمک میزد میگفت خودتی. عقل نداره این حیوان، شعور حیوانی داره، عقل نداره. ولذا تومه رو میبینه گول میخوره میاد این تو دهانش گیر میکنه، دست و پا میزنه، تو میگیری کبابش میکنی میخوری. گوسفند رو در تسخیر تو یه دونه چوب میزنی 200 تا گوسفند رو به انسان میدی، همه رو چوب میزنی، بیا کیشی به اینا میکنه همه یه جا جمع میشه. اینا در تسخیر تو هست، توی انسان رفتی شلوار تو سوراخ کردی، انقدر شلوار بچه ها رو بشتی تنت کردی، داری پوز میدی به این شلوار، چه پوزی مونده که تو بخوای بدی؟ روسری تا اینجا سر کردن و موی خودمون رو بیرون گذاشتن، چند رنگ کردن و عرض به خدمتتون که مجموعه اینا رو وقتی روسریه رو توی یک جاده ای من میامدم از قم میامدم به تهران، یکی از این جاده های روستایی دیدم یه ماشین از جاده روستایی پیچید اومد تو جاده اصلی، جلوی ماشین ما قرار گرفت، دیدم یه خانومی روسریش هم ورداشته با آقاشون، مثلا به به مثلا حالا خانوم کجا هست؟ مثلا مالی که روستای شنگول آباد یا منگول آباد، مثلا جای دیگه که نیستش، این حالا اومده با این برداشتن روسری یه پوزی بده، اهل عالم ببینید من روسری ما ورداشتم، همه این موها رو که بزم داره خیلی خوشگل‌ترش داره که تکون میده حیوان رو میخواد، مگه چیه تو داری آخه میخوای نشون بدی؟ دست از این عقده حقارت بردار، شخصیت تو مافوق این حرفاست، خدا رو تو حساب باز کرده، چیه که میخوای بهش پوز بدی؟ چی هست واقعا؟ میفرمایند که ایشون میفرماید که شخصیت خودش رو انسان نبازه، حتی المقدور آن را نادیده انگارد و به دست فراموشی سپارد، با اطمینان خاطر فکر کند. خیلی جالبه، برای آشکار کردن استعداد و قابلیت خیش تصمیم بگیرد، بگرده ببینه چه استعدادی خدا بهش داده ازش استفاده کنه. بعد ادامه میده ایشون، کاری که خود را برای آن شایسته می داند انتخاب نماید، تمام نیروی خود را در آن راه به کار اندازد و برای نیل به آن حد اکثر جدیت را معمول دارد. وقت ببینه که موفق میشه یا نه. من دیدم افراد بسیاری که این کار رو کردن و موفق هم شدن، این بیماری هم اونها رو رها کرده. البته آقایان، خانوم های گرامی، عزیزانی که صدای ما رو دارید، تصویر ما رو دارید، هر زمانی دارید این صحبت های ما رو گوش میکنید، این کار زحمت داره، هر کاری زحمت داره، زحمتش هم برای روزهای اول بیشتره، اما وقتی انسان عادت کرد دیگه براش این کار سهل و آسون هستش. یک حدیثی من میخونم باز از قررالحکم صفحه 337 از سید و مولای هممون که افتخار میکنیم همچین پیشوایی داریم، امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت میفهمد به تعب شدید تدرک و درجات و رفیعه و راحت و دائمه. چقدر زیباست،
حضرت می‌فرماید با تحمل رنج‌های سخت و زحمت‌های سنگین آدمی به پایه‌های بلند زندگی و آسایش دائمی نائل می‌شود. خانومی حجاب داره تو محل، تو اقوام، تو خیشان، دست از این حجابش بر نمی‌داره. با عقل و منطق از این حجابش داره دفاع می‌کنه. حضرت می‌فرماید خیلی سختی می‌کشه. متلک میگن، شتلک میگن، بهش هزار تا حرف می‌زنن که حالا میگیم همه عفوان به خود اینها برمیگرده. اما تحمل که کرد، حضرت می‌فرماید چنین انسانی وقت آینده داره. حالا ما صحبت می‌کنیم کسانی که رعایت این حجاب رو نکردن و سراغ بد حجابی رفتن، اونها به کجا رسیدن؟ اینایی که سراغ حجاب رفتن به کجا رسیدن؟ حضرت می‌فرماید به درجات رفیعه و راحت دائمه. پس عقده های حقارت رو که عرض کردیم نشأت گرفته از عدم اعتماد لازم، یعنی کسانی که اعتماد لازم به خودشون ندارن، اعتماد به نفس ندارن. اعتماد به نفست که ضعیف شد، هر کی میاد بغل گوشت جسی میگه زودی داری شل میشی، انا زانوات داری میلرزه، زودی بفهم اعتماد به نفست پایین اومده. مثل خون که میگن آقا تو خون مثلا قند خون بالا رفته پایین اومده، فشارت بالا رفته پایین اومده، بگو که یکی بنده خدایی یه جا نشسته بود میگفتش که این جمعه میخوایم بریم چلو کباب بخوریم، گفتم چرا؟ گفت کباب خونم پایین اومده. آخه حالا حکایت اینه که یه وقتی ما میبینیم که بعد اعتماد به نفسمون پایین اومده، الان باید سراغ این باشیم اعتماد به نفس رو قوی بکنیم. اعتقاد یعنی نداشتن اعتقادات محکم به مسائل دینی، این دومین چیزیه که عقده های حقارت ازش نشأت میگیره. من دیدم انسان های بسیاری که اینا زیربنای اعتقادیشون بسیار سست و متزلزله، همواره روی زلزله، روی نوار زلزله دارن زندگی میکنن. از نظر اعتقادات دینی روی نوار زلزله، دائما برو بیا دارن، بالا پایین میشن، اصلا زندگی دینی و اعتقادی ثابتی ندارن. خیلی جالبه، ما عده بسیاری تو جامعه داریم با از این که مسلمان و شیعه هستن، تو خانوم ها نه خودشون میرن دنبال این حرفا و نه میگذارن بچه هاشون، دختر و پسرشون رو نمیذارن دنبال مسائل اعتقادی بیرن، اونا رو هم نگر میدارن که اینا متزلزل بمونن. طرف 50 سال اعتقاداتش متزلزله، رو نوار زلزله اعتقادیه، نوسان زیادی داره. میگم چرا دخترتو نمیذاری؟ بلون کن بابا، بس هرچی خوندن تو اینجا بسه، میخوام بفرستم بره تکامل پیدا کن. دیگه نمیدونی که اصلا بدون این حرفا او به تکامل نمیرسه. وقتی ما ندونیم چجوری عقلمونو به کار بنزیم تعقل بکنیم، تکاملی در کار نیست. دور نگه داشتن افراد خانوادمون از رسیدن به چنین مسائلی، یعنی مسائل دینی و اعتقادات محکم، اینها همه نشأت میگیره از عقده حقارتی که در وجود انسان هست. کسانی که در مقابل این نوع بیماری، یعنی بیماری عقده حقارت که عرض کردیم از نظر روانشناسی، روانشناسان پرونده بسیار قطوری رو برای این مطلب تشکیل دادن و روش صحبت میکنن، بیماری بدیست، بیماری خطرناکیست. یک جامعه‌ای که افرادش دارای این بیماری باشن و این بیماری حالت اپیدمی باشه در اون جامعه، اپیدمی پیدا کرده باشه و عمومیت پیدا کرده باشه، جامعه جامعه خوبی نیست، آینده خوبی نمیتونه داشته باشه، به جاهای بدی سقوط خواهد کرد. کسانی که در مقابل این افراد و در مقابل این بیماری، حالا نگیم در مقابل این افراد، ایستادن در مقابل این بیماری، افرادی هستند که انسان‌های بزرگ و با شخصیتی هستند. شما زنانی رو تصور بکنید که تو یک محله‌ای تمام افراد این محل همه افراد بدحجابی هستند، یک خانومی به تمام معنا داره تو اون محله به تنهایی داره حجابش رو مراعات می‌کنه، یک یا دو دختر خانوم هم داره، مخصوصا اگر کوچک هم باشن، اینها رو هم چادر به سر کرده، حجاب اینا رو هم کامل کرده، دستا اینا رو میگیره، روزا میبره، خریدش رو میکنه، کاراش انجام میده، میره دوره تو خونه جلو همه اینها، رژه میره جلو همه اینها. این فرد چقدر باید بزرگ و با شخصیت باشه که دوچار این نوع بیماری که عقده حقارت هست نشده.
این چنین افراد رو روانشناسان میفرمایند که اگه میخوایم بفهمیم کی با شخصیت هست این نوع بیماری رو نداره، اینها میفرمایند که اگر این اشخاص که این نوع بیماری رو ندارن در معرض تحقیر فرومایگان واقع شوند، خیش را نمیبازند. توی محله‌ای که همه بد حجابن، این داره وظیفه خودش رو انجام میده، همرنگ جماعت نشده، همه بهش میگن آقا شما چون من یک عقیده ای دارم، هر وقت شما به من ثابت کردید عقیده من غلط هست، من عقیده رو میذارم زمین بدون هیچ گونه تعصبی. اگر منم به شما ثابت کردم که عقیده شما غلط هست، شما هم تعصبتون رو بذارید زمین، دست از این لجاجت بردارید. روانشناسان میفرمایند که اگر در معرض تحقیر فرومایگان واقع شوند، خیش را نمیبازند و در ضمیر خود، یعنی در دل خودشون، هیچ وقت احساس حقارت و زبونی نمی کنن. زبونی یعنی پستی، فرومایگی. دل آنها مانند اقیانوسی پهناور و مواج است. پلیدی ها قادر نیست بر این اقیانوس غلبه کند و چنین آب صافی را تیره و تار نماید. افراد با شخصیت و بزرگ هرگز از تحقیر کنندگان نیز انتقام نمی گیرن. روانشناس ها می فرماین که با انتقام گرفتن از این افرادی که دارای این نوع بیماری هستن، این افراد با شخصیت هیچ و خودشونو کوچیک و خار نمی کنن. چنین خانوم هایی وقتی که در مقابل بدحجابی و بیحجابی و یک جمعیت این چنینی قرار می گیرن، تو عروسی ها، داخل عروسی باشه که اشکال نداره، بیرون عروسی ها که بیان فلان، مجالس دیگر، در رفت آمد های اجتماعی و معاشرت ها، تو منازل همدیگه، اقوام و خیشان وقتی میرن میان، اگر به اینها گفته بشه که آقا حالا یه خورده تو هم چادرتو بنداز، طوری که نمیشه که، چقدر متعصبی، چی به تو گفته اینا؟ آخوندا بهت گفتن این کارا رو بکنی؟ ملاها بهت گفتن اینجوری بیای بیرون؟ این ملاها خودشون فلان و بهمانن، آخوندا خودشون دختر فلان آخوند اینجوریه اونجوریه. این در جواب، اینی که من میخوام عرض بکنم، میخوام بهتون بگم یک جواب تربیتی و جالب. این جواب این نوع افراد با شخصیت و موقر و متین هست، افرادی که دارای این نوع بیماری نیستن. این خانوم در مقابل همه این تبلیغات و سفارش های آنچنانی به او در جواب میگوید که نظر پروردگار برای من از همه مهمتر است. نه من با شما دعوا دارم، نه مرافعه دارم، نه میخوایم بزن کنیم، نه ما تو سر شما تو سر ما بزنیم. شما میگی اینا، نظر پروردگار اینه که من حجاب داشته باشم کامل. نظر پروردگار از نظرات همه شما برای من مهمتر. مولا 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 مولا. حضرت محمد که یک زنی رو دیدم اونجا که دارن عذابش میکنن، آمدن او رو به موهاش آویزون کردن. شما میدونید که مثلا اگه زیر بغل شما رو بگیرن اجا آویزونت کنن، خب این تحمل میکنی، همین صرف آویزون کردن تحمل میکنی زیر بغل. اما یه وقت هستش که به یک انگوش آویزونت میکنن، خب به یک انگوش همه وزن شما میاد داخل این انگوش، یعنی متصل به این انگوش میشه، این انگوش کشیده میشه، درد وحشتناکی داره که نگو نپرس. گفت یه عده رو دیدم که اینها رو اومدن حالت سر و ته به موهاشون، معذرت میخوام، به همین حالتی که هستن به موهاشون اینها رو آویزون کردن، همه وجود اینا تو موشون جمع شده، این مو رو گرفتن اینجا بستن به موشون آویزونشون کردن و مغز سر اینها از شدت آتشی که داره شعله ور شده تو بدن اینها، مغز سرشون داره مثل یک دیگی که مثلا غذا توش قلقل میکنه اونجوری داره میچوشه و قلقل میکنه و اینا زنده هستن، فریاد میزنن، زجه میزنن، گریه میکنن، ناله میکنن، کسی به اینا ترتیب اثر نمیده. من دیدم اینا رو، گفتم که آخه اینا چیکار مگه کردن به این خازنین دوزخ برزخی؟ گفتن که این خانومی که شما میبینی که اینجوری به موهاش آویزون هست، این کسی بوده که
خیالی نداشته در دنیا که موهاشو از نامحرم بپوشونه. حرفا چی حالا میخواد نگاه کنن این موهای ما رو چی میشه؟ حالا همه اسلام مشکلاتش حل شده، موهای من مونده فقط بیرون، مشکل موهای من هست فقط. حالا چه میدارن یه خود مو بیرون باشه، به کجا برمیخوره؟ این بی خیال بود، این موهاشو، فقط موهاشو، جای دیگه بدنشو نه، فقط موهاشو نامحرم دیده. اینو دارن اینجوری عذابش میکنن. بعد حضرت توضیح داد باز برای حضرت امیر و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه که دیگه تا آخر حدیث به همین صورت هست که دیگه تکرار نمی کنیم. می فهمد که زن دیگری رو دیدم که این همه وجودش به زبونش متصل بود، یعنی از زبون آویزونش کرده بودن، از زبون که آویزونش کرده بودن با یک وسیله بسته بودنش، نوک زبونش رو به یه جای آویزون بود، دهنش همجور باز باز بود، داخل دهنش آتیش میریختن، داخل دهنه با یه وسایل خاصی آتیش میریختن. من خیلی میگه ناراحت شدم، گفتم آخه این کیه، این چه کار کرده؟ گفتن این زنی بوده که شوهرش آدم خوبی هم بوده، عرض به خدمتتون که مؤمن بوده، متدین بوده، شوهرش رو اذیت میکرده، با این زبونش اذیتش میکرده. میگه زن دیگری رو دیدم که خودش گوشت بدن خودشو میخورد، چون در دوزخ شما میدونید که افراد دیگه اون اختیار رو در بعضی مواقع از خودشون دیگه ندارن که بخوان اختیاری داشته باشن. میگه خودش گوشت بدنش رو میخورد و از زیر پاش آتش زبانه میکشید. میگه من از اون خازن سوال کردم ای چی کار کرده؟ این خازن برگشت گفت یا رسول الله، این زن برای مردم زینت میکرده، صبح که میخواست اخونه بیاد بیرون یا بعد از ظهر که میخواست اخونه بیاد بیرون، یه دو ساعتی جلو آینه و میسادی آرایش بزرگی میکرد، میگفتن تو که نه شوهر داری نه مثلا محارم اینجاست، شوهرت که اینجاست مثلا فلان، میگفت مثلا بیرون میبینن زشته اینجوری منو ببینن، یه آرایش تمام معنا میکرد میرفت بیرون، تو مترو، تو مینیبوس، تو اتوبوس، اینو خیالش هم نبود، بهش هم میگفت، میگه آقا حالا کیت به این چیکار دیگه، به شما چه مربوطه؟ من مگه منو تو قبر شما میذارن؟ معلوم شد تو قبر ما نمیذارنش، اونجا بستنش، عرض به خدمتتون که به تو دوزخ خودش داره گوشت بدن خودش میخوره، آتش هم از زیر پاش داره زبونه میکشه، فریادش رو به آسمان بلند. حضرت محمود که در قسمت چهارم یک زن دیگری رو دیدم که دو پایش به دستهایش بسته بود، یعنی اورده بودن دو تا پاهاشو به دستاش بسته بودن، با یک وضعیتی شما دیدین دو تا پایی که به دستش یکی ببندن خودشو. حالا درون آتش زنا ایه سوسک میترسن. حضرت فهمون من دیدم مارها و عقربهای بسیاری هی هجوم میبرن به سمت این، نیشش میزنن، گوشت بدنشو میجوند، عقربها میان اینو نیش میزنن، این فریادش به آسمان، دستی از خودش نداره دفاع کنه، پایی نداره تکون بخواد، دستاشو به پاهاش بستن. من از خازن دوزخ پرسیدم که آقا این زن چه کار کرده؟ گفت این زن بدون اجازه شوهرش از خانه خارج میشد، با فلان خانوم قرار میذاشت برن خرید بکنن، برن به کیاکه سر بزنن، میگفتن آقا شوهر شما گفته در داخل منزل بشین، بی اجازه نرم، میگفت برو آقا، این حرفا مال قدیمی ها بود، الان دیگه این حرفا که نیستش، که هر کس هر جور خواسته، دموکراسی اومده، آزادی است، هر کاری دلش بخواد انجام میده. اینا به این صورت فرمود. در قسمت پنجم یک زنی رو دیدم که از ناحیه قفسه سینه او رو آویزان کرده بودند و آتش او رو فرا گرفته بود. من از خازن دوزخ پرسیدم که این زن چه کار کرده؟ ای چه گناهی انجام داده که اینجور باید معذب به عذاب بشه؟ میگه خازن دوزخ به من برگشت گفت که این وظیفه شوهرداری خودش رو انجام نمیداده، همین صرفا اومده یک باشگاه گرفتن، عروسی کردن، یه شوهری پیدا کرده، عرض به خدمتتون که بعد از اینکه شوهر کرده دیگه حالا هر کاری دلش میخواد انجام میده، دیگه دنبال اینه که شوهرش در قبال شوهرش چه وظایفی داره باید انجام بده و اینا. خب بعد فرمود که در قسمت ششم
زنی رو دیدم که کر و کور و لال بود، در حالی که در تابوتی از آتش مغز سرش از دماغش خارج می شد و بدن او به صورت جزام و برس بود. جزام و برس یا برس یک بیماری است که خب شما می دونید بدن یک عرض به خدمتون که حالت مثلا زخمی پیدا میکنه و اون زخم داخل میشه، عفونی میشه اونجوری. این بدنش همه سوراخ سوراخ مثل این یکی دوتا زخمی که بعضی ها میگیرن اینجوری بود و اون حالت برس رو هم داشت. خیلی حالت زنندهی به انسان دست میده. میگه همچین حالتی داشت. میگه که این چرا این چی کار میکرد؟ میگه این دنبال هرزگی میرفت در دنیا که بود. دنبال هرزگی میرفت و میمادم خونه، شوهرداریش هم میکرد، زندگیش هم میکرد، ولی از روز میرفت این بار دنبال هرزگی. با این خوش بود، با اون خوش رو بهش میکرد، با اون چکار میکرد. فرمود که در قسمت هفتم زنی رو دیدم که به دو پایش آویزان کرده هن، در حالی که در تنوری از آتش بود. یه حالت جایی بودش، این مثل تنور، اینو گشته بودن توی اون قسمت در دوزخ برزخی، به دو تا پاش اونو آویزون کرده بودن، یعنی سر و تهش کرده بودن، به دو تا پا از بالا آویزونش کرده بودن. این همینجوری آویزون بود با دستاش پایین توی این تنور. توی تنور هم شما می‌بینید آتش وقتی حالت تنوری داشته باشه گر می‌گیره، همینجوری میره به سمت بالا. من از خازن دوزخ پرسیدم که او چه کار کرده بود. میگوید که بر این فرد به فساد و فحشا گرایش پیدا کرده بود و دنبال فساد و فحشا بود، یعنی میرفت ابایی نداشت از فساد و فحشا، کارهایی که حالا ما بهش میگیم فساد و فحشاست که حالا هم بازگو کردنش اینجا زمان جداگانه میطلبه، همین که خود دوستان معنای فساد و فحشا رو میدونن چی هستش دیگه. میگه در قسمتی دیگه ازت میفهمد که یک زن دیگری رو دیدم که گوشت بدنش رو از قسمت جلو و عقب، یعنی هم جلوی بدن هم پشت بدنش رو، اینها مأمورانی بودن، مکلف بودن به این که میامدن به وسیله قیچی هایی از آتش که جنس این قیچی ها از آتش بود و سوزنده بود، اینها رو دائما میچیندن و همینجور که میچیندن جاش گوشت جدید میروید، گوشت جدید به وجود میمد. اینا میچیندن، تونتون میچیندن، تونتون میچیندن با آتش. این فریاد میزد، زجه میزد. خود چیندن گوشت با قیچی خب خیلی درد داره، ولی حالا اون قیچی آتشین هم باشه که دیگه خب دردش خیلی مضاعف هست دیگه. میگه این کار انجام میدادم. گفتم این چه کار انجام داده؟ گفت این خودش رو بر مردان عرضه میکرد، یعنی میرفت یک دکوپوزی درست میکرد، یک مانتوی تنگی میپوشید، یک شالی رو کله مینداخت، یک آرایشی میکرد، میمد کنار خیابون، هرچی تاکسی جلو پاش با میسه سوار نمیشد. حالا این قسمتشو من دارم توضیح میدم. ماشین فلان شخصی که میمد مدلاشو نگاه میکرد، فلان مدل سوار ماشین میشد بره با این آقا بگرده مثلا. امروز فکر اینو میکرد که یه روزی اینجوری هم خواهد داشت، یا به گونه های دیگه تو فامیلی ها، تو مراسمات عروسی و اینا. شما این دکوراسیون رو برای خودت، این آرایش ظاهری از نظر لباس و غیره رو برای چی داری؟ برای خود می‌زنی؟ فلان آقا میاد اونجا ما رو می‌بینه، آبرو داریم، آبرومون میره. آقا که بنا نیست شما رو ببینه که. خب ما بناست آقا رو ببینیم. اینجا خود رو بر مردان عرضه کردن، پیغمبر می‌فرماید که دیدیم که یه همچین کاری داره انجام، یه همچین عذابیش دارن می‌کنن. من به این خازن گفتم که این چیکار کرده؟ او به من گفتش که این خودشو بر مردان عرضه میکرد. میگه زن دیگری رو دیدم که صورت و دستهاش همینجور آتیش گرفته بود، میسوخ، در این حال زنده بود، چون اینا میدونه که هیچوقت مرگی اونجا ندارن. بعد خودش سرشو آورده بود داخل بدنش، روده های خودش رو میخورد. من از این خازن پرسیدم که ای چه کار کرده که این داره این کار انجام میده؟ عرض به خدمتون که
حضرت اون خازن به من بیان کرد که یا رسول الله، این زنی بوده که تو دنیا تو مجالس که میشسته به یه خانم دیگه میگفته که مثلا یه دوست خیلی خوب برات سراغ دارم، یه خورده به خودت برس، بیا من دستتو بذارم تو دست فلانی، مثلا یه پسر خوشتیپیه، ماشین مدل بالا داره، تا کی میخوای اینجوری بشینی؟ دست از این امولبازی بردار، بیا من دستتو بذارم تو دست فلانی، بری یه خود باهاش خوشو بش کنی، کیفی بکنی، تو هم یه خود بگردی، آخه همه دارن میگردن تو این خیابونا، تو هم بگردی یه کافی شاپی بری، یه رستورانی بری، یه نمیدونم کجاکه بری، بستنی بخور. میگه این کارا رو انجام میده. تو مجالس دنبال این بود که برای این زنا فریب میداد، زنا رو براشون یه مردی، یه دوستی پیدا میکرد که برن با هم دیگه بگردن. میگه واسطه این کارها بود. بعد حضرت میفهمد در قسمت بعدی زن دیگری رو دیدم که این خیلی عجیب بود. سرش مانند سر خوک بود، بدنش مانند بدن الاغ بود، اینقدر عذاب بر این بود که حضرت بیان میفهمد یا از باب کنایه یا واقعا شمرده بوده اون خازن بهش گفته، که میگه نزدیک به 1,000,009 بر این عذاب بود، یعنی عذاب پی عذاب براش میامد. حضرت میگه من به این گفتم که این چه کار کرده که مانند بدنش مثل الاغ، سرش مثل خوک، یه حیوان اینجوریه ولی زن هست، چی کار کرده این در دنیا؟ این برنامه چی بوده؟ خازم به من بیان که یا رسول الله سخنچین بوده، تو فامیل همه رو میریخته به هم دیگه، از این به اون میگفته، بین مادر شوهر و عروس و فتنه به پا میکرده، بین دوماد و مادر زن فتنه به پا میکرده، فلان میریخته به هم دیگه، همه دروغ هم زیاد میگفته، یعنی نه یه دروغ دو دروغ بگه، حالا دو دروغگو بوده، دروغگو یعنی دروغ زیاد، دروغ گفته میشه دروغ. حضرت میفهمد در قسمتی دیگه دیدم یه زنی به صورت سگ هست، عین سگ، آتش از پشت او خارج میشه و این ورم ملائکه با یک وسیله مثل گرزهای تو این میدونای جنگ دیدین، تو این فیلم ها منشون میدن، مثلا میگن گرز آهنین، یک وسیله مثل این گرزهای آهنین که از جنسش از آتش بود، دائما تو سر این میزنن، این سرش متلاشی میشه، دوباره زنده میشه، همونجوری میشه، به بدنش میزنن، به سرش میزنن. میگه من از خازم پرسیدم که این چی کاره بوده، از اون مسئول عذاب پرسیدم این چی کاره بوده. اون خازم به من گفت که یا رسول الله این زنه رو دیدی؟ گفتم آره. گفت این تو دنیا آواز خون بوده. حالا این توضیحاتش من میدم، مثلا رفته توی زیرزمین جای پیدا میکرده یه سی دی آواز پر میکرده، میمدن تو بازار و خیابون و نمیدونم توپخونه و نام کجا و کدوم شهرستان و فلان میفروختن سی دی هاشو، سی دی آواز خانم فلان آواز میخونده، به به مثلا کلی سود هم کرده، چقدر جوان گمراه شده. آدم حسودی هم تو دنیا بوده که نمیتونسته زندگی و کسی رو به خوشی و خرمی ببینه، ولی ازا به هم میریخته اینها رو. این هم کار این بوده. یه صلواتی بفرستید تو عرض کنیم. بعد پیغمبر فرمود وای بر زنی که شوهرش را ناراحت کند، البته شوهرش آدم خوبی باشه، آدمی باشه که خودش آدم مشکلداری نباشه، و سعادتمند آن زنی است که شوهرش از او راضی باشد. اینو البته داریم تو پرانتز اینو میگیم در حالی که شوهرش آدم نرمالی باشه ها، نه آدمی که مثلا معتاد هست. خب آدم معتاد هر کاری زن کنه شوهر راضی نمیشه، یا آدمی که مشکلات روحی روانی داره که با هر کاری زنه کنه که رازیم باید به دکتر معالجه کنه. خوش آدم سالمی باشه، زن مشکل داشته باشه، زن شوهرش، زن سعادت نه اون کسیست که شوهرش ازش راضی باشه. این احادیث به گونه ای دیگر رو در مورد مردان هم از اون بزرگواران شنیده شده به گونه های دیگر. چرا اونا رو بیان نکردیم؟ اگه خانم‌ها بگن پس مردا چی میشه؟ مردان فراوون، یه مقدار زیادش رو گفتیم، حالا بازم خواهیم گفت. چون الان اونی که باعث فتنه است و آشوب داره به پا میکنه و داره به هم میریزه و داره افکار رو متلاطم میکنه و زندگی ها رو نابود میکنه، جلوی ازدواج رو گرفته، فعلا بدحجابی، بیهجابی، آرایش های آنچنانی، بیرون آمدن خانوم ها با اون لباس هاست، فعلا اینه. مولا مولا